بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با رابعه احمدی، فعال جامعه مدنی غور. بانو احمدی سلام، شما خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلام بر شما، سلام بر همکارانتان، سلام بر بیننده های تلویزیون تلو، خوش باشید. از ناامنی ها در ولایت غور گفته میشه، میخوایم بدانیم که وضعیت امنیتی فعلا در غور چگونه است؟ قسمی که شما دیدین، فعالان جامعه مدنی غور با شورای ولایتی با دیگه نماینده های مردم، اونها نگرانی خود ابراز کردند که واقعا غور خیلی خیلی ناامن است و به خصوص شهرهایی که با دو ولایتی مشهوری افغانستان یا دو ولایتی که راه های ترانزیتی داره با این وصل میکنه، مانند ولایت شهرهای غور، هرات که اکثر دکاندارا مواد خوراکه یا اکثر تجهیزاتی که در غور می آورن اونها از ولایت هرات میارن، از کم جوار ماست. متاسفانه او از بخاطر ناامنی ها مسدود شده بروی مردم، بروی کسانی که مریض هستن، به خاطر کسانی که به خاطر سیاحت میرن یا معسلینی هستن یا دکاندارانی که هستن، در کل بروی همه اقشار طبقاتی ولایت غور بند شده. متاسفانه از طرف مخالفین مسلح و همچنین شعرهایی که غور به کابل وصل میکنه که در وسطشان بامیان و میدان وردک میباشه، متاسفانه این قبلا تنها مسیرش امن بود، تنها مسیری که از بامیان این طرفتر مردم ناامنی احساس میکرد، اما متاسفانه حالا ناامنی ها رسیده در خود غور که ولسوالی دولتیار غور اون قدر ناامن است که نی قبلا شاید تنها کارمندای دولت آمدن هم میتونست که مخالفین مسلح اونها را شاید گروگان با خود میگرفتن و یا او را میکشتن و یا هر قسمی که اونا خودشان با اونا معامله میکردن. قبلا تنها کارمندای دولت میترسید، حالا دکاندارم از او شعرها میترسه، مردم عادی هم میترسه، کسانی که مریض دارن. متاسفانه با یکی راه ها بند شده، راه های ترانسپورتی زمینی با این دو ولایتی که ما همه تجهیزات خود از اکمالات خود از این دو ولایت خود به دست می آورده بودیم، متاسفانه این دو راه بند شده. دیگه ما با ولایت های هم مرز هستیم که اونها هیچ نوع درد ما را دوا نمیتونن، نه به لحاظ مریضای ما. اگر ما با سر پل انتقال بدیم او از غور بدتر است، اگر ما با میمنه انتقال بدیم او همچنین بدتر است او، و حتی ولسوالیایی که با اونجا ما اگر هم مرز هستیم اونا درد ما را دوا نمیکنن، یا فکر که با فرا و بادغیس باشه و یا این که در هلمند باشه، اونا درد ما را دوا نمیکنن. اونا متاسفانه ولایت هایی هستن که از هر لحاظ از ما کده، اونا یا همسط ما هستن یا از ما که عقب مانده تر هستن. تنها مشکل ما رو که رفع میتونست دو ولایت هست که متاسفانه یه هم بروی آلا ترانسپورت زمینی هم بند شده که هیچ کس نه دکاندار رفته میتونه. از چه مدت زمان ایرا ها بند است؟ ناامنی ها خود مدت زیاد میشه که این مشکلات متاسفانه حضور گسترده داره طالبان در ولایت غور و حدودا تقریبا از 5 ماه بدین سو و از 3 ماه اخیر تقریبا به 2 ماه اخیر این حملات شدت گرفته که تنها از دست دادن یا شهید شدن نیروهای خیزش های مردمی که همکار با مردم هستن، کسانی که سرگروپ هایی بودن که متاسفانه امروز ما تماسی داشتم با مسئولین محلی، اونها متاسفانه خیلی نگران بودن که ما تنها در مدت 2 ماه ما بیشتر از 100 نفر از خیزش های مردمی که همکار با دولت هستن متاسفانه ما از دست دادیم، اونها شهید شدن، جانهای خود را از دست دادن و حال هم مردم خیلی همکار است، به خصوص خیزش های مردمی در غرب فریسکو، در شمال فریسکو و در ولسوالی دولتیار که فعلا مسیری شهرهای کابل غور هست، اینجا مردم خیلی مقاومت کردن. اگر مردم نمی بودن دقیقاً حالا او منطقه در کل به دست طالب می بود، همی حالا 80% خطر تهدید طالب هست، مردم با اون سطح می تونن که تنها جان خودشان در خطر نباشه، تنها بتونن از ناموس و از امو هیته ولسوالی خود دفاع کنن، نه که او شارا را اونقدر امن بسازن که مسافرین براحتی از او راه ها عبور کرده بتونه و در مقصدی که داره بره. نیروهای امنیتی چی؟ آیا حکومت مرکزی برای ای که مسیر شارا امن شد و عملیات های را برا انداخته اقدامات را انجام داده؟ دقیقاً اونا عملیات رو انجام دادن، اما ما گفته نمیتونیم با کلی که اونا هیچ عملیات انجام ندادن. دقیقاً عملیات انجام دادن و خوشبختانه عملیاتی که اخیر در با کمک
خیزش های مردمی کمی عملیات های بوده که خوشبین‌تر هستن شهروندان ولایت غور، اما عملیات هایی که در کل به خاطر از بین بردن او مخالفین دولت یا مخالفین حتی مخالفین مردم که او اصلا مردمی هستن که نی با دولت کار دارن، مردمی دهاقین هستن، اصلا حمله میکنن، طالب میره و یک دهاقینی که با پشت کشت و زراعت خود رفته رو میگیره میکشه، اگر طفلش همراهش باشه طفلش هم با بدترین شکل متاسفانه میکشن با اون اسلحه‌ای که مانند چیزی که اونا قلعه خود جمع‌آوری میکنن با او میگیرن میکشن یا با تفنگ، یا اونا اصلا کسان نیستن که تنها مشکلشان با دولت نیست، حالا با کل مردم هستن. او عملیات هایی که در کل به خاطر پاکسازی شده باشه، عملیات هایی که بسیار قوی بوده باشه، مخالفین مسئله را از بین برم، متاسفانه او تو عملیاتی نداشته، اما عملیات هایی که خوب شده که داخل تا حدی سرکوبی کردن، تا حدی از پیشرویشان جلوگیری کردن و ما خوشبین هستیم که عملیات هایشان پیش از عید قربان با شدت عملیات های طالب موفق تر از عملیات های دولت بود، اما در جریان عید و بعد از عید مردم خوشبختانه با نیروهای امنیتی اینا توانستن که شامل کدام فاجعه خیلی بزرگی ما نیستیم، اما بازم متاسفانه عملیات کوچک اونها انجام دادن، مانند ماینه های کنار جاده اونها میسازن که یک خانمی که آقایی که خانمش مریض بود با طفلش میخواسته بود در ولایت هرات اونها انتقال بدن که با مو ماین انفجار میکنه و خود مردکه میمره با مو طفلش، خانمش هم شدیداً زخم میبرداره. شاید ای تو متاسفانه ای تو فاجعاتی بوده، اما فاجعاتی که خیلی بزرگ باشه، بودودی کشتار گروهی باشه، خوشبختانه نبوده. حالا وضعیت مردم چیگونه هست مخصوصا در نقاطی که ناامنی بیشتر است؟ دقیقا شما خود تانوی فهمید که مردمی هستن، مردم غور که اونقدر سطح اقتصادی بالا ندارن، او کمتر اقتصادی هم که داشتن و اونا مجبور شدن که او اقتصاد خود بالاخره بفروشن، اگر گاوی داشتن، گوسفند داشتن و یا اینکه زمین خود گرو کردن، نو رفتن اسلحه خریدن، کسی که رفته 16 سال از قلم استفاده کرده، کسی که رفته که ماستری خود گرفته 18 سال با قلم سر کار داشت، او هم باره کارش از طریق قلم بود، اما حالا اونقدر متاسفانه ناامنی ها مجبور ساخته او جوان ها را که حالا مجبور هستند که برون گوسفند خود بفروشه، زمین خود به گرو بده، او رو اسلحه بخره و بیاره به خاطر دفاع از جانش، به خاطر دفاع از مو ولسوالی و قریه و مردم و منطقه ایش او سلا بگیره و شب ها سنگر نشینی کنه که او دفاع کنه در مقابل متجاوزانی که اونا حقوق انسانی رو میفهمن و نه انسانیت بلد هستن. آیا نیروهای کافی خیزش مردمی وجود داره بر تامین امنیت؟ همین اکنون هم اگر خیزش های مردمی نمی بود و ما باید جا داره سپاسگزاری کنیم از نماینده هایی که در مجلس هستند، اینها خیلی همراه مردم همکاری کردن، بخصوص در قسمت تجهیزات نیروهای خیزش های مردمی که وکیل صاحبا خیلی همکاری کردن، مردم و خود مردم هم دو طلبانه اینا از خود از منطقه و محیط خود حمایت کردن، و اگر نه او حمایت خیزش های مردمی نمیدی با این قدر امکانات کمتری که دولت داره، حالا اکثر مناطق غور به دست طالبان می بود و یا اینکه بدتر از قندوز چند سال پیش می بود، و متاسفانه در نقاطی که تسلط طالبان هست وضعیت مردم خیلی خیلی بد است، خیلی وخیم هست. شما ببین، ما پیشترم گفتم که ما امکاناتی که اگر همه اکمالات خود ما از این دو ولایت مانند کابل و ولایت مانند هرات ما به دست میاردیم، این دو شاره ها که تقریبا از 3 ماه 4 ماه که بند باشه، یک دکاندار میترسه که سرمایه خود بره و بالاخره به خاطری که فایده کنه او در کل از بین بره، دخن که هیچ کسی جرأت کرده نمیتونه، آنمو چیزی که اونا به دسترس دارن او را با باهای چند برابر برای مردم عام میفروشن و مردم همون قدر سرمایه نداره که باید به هر قیمتش و امکانات خود نیازمندی های خود برآورده کنن. متاسفانه وضعیت خیلی بد است، بخصوص در جاهایی که ناامنی وجود داره و بخصوص نیروهای امنیتی خیلی در ولایت غور کم هست که او اصلا اکتفا نمیکنه با اینکه طالب یا که متاسفانه سربازگیری طالب دهی اواخر در ولایت غور شدت گرفته و آنها قوی تر هستن و در برابر اون همه قوی بودن طالبان این نیروهای امنیتی که هست هیچ کافی نیست، یعنی خیلی خیلی کم. حتی خواستتان چی هست پس؟ خواست ما قبلا که وکیل صاحبا، وکیلای شورای ولایتی، مردم، همه مردم افغانستان خواست شنوی بودی که دقل برای غور نظر به این ناامنی هایی کسی دقل یک لواخ و حقشان هسته، نیاز هستی که بخاطر این قدر ناامنی مردم تا چی وقت
خب دقیقا یک کسی که تحصیل کرده شاید دوام نکنه تا یکی او شاید طریقه جنگ یاد نداره. ما تا چی وقت قربانی بیتیم به یک جوانی که 16 سال میره و درس میخونه میای ما رو به یک ساعت به سنگر نبرد از دست بتیم؟ ما بشر بر شما گفتم که مدتی کمتر از دو ماه میشه متاسفانه بیشتر از 100 خیزش مردمی از دست داده. این فاجعه آور است. اگر جلوی این امنیا گرفته نشه متاسفانه فاجعات خیلی بدتری در راه هست که شاید ما از حضورتون در برنامه ما